تا حالا با کدو حلوایی یه نون نرم و خوشمزه و یه اسموتی فوقلاده خوشمزه درست کردید پس بریم سراغ درست کردن این خوشمزه ها بعد از اینکه کدومون رو شستیم توش رو خالی میکنیم و پوستش رو جدا میکنیم بعد به تیکه های برش میزنیم حالا کدوهامون رو به این صورت بخار پز میکنیم بعد از یک ساعت کدوهامون کاملا پختن میذاریم تا خنک بشن بعد داخل بلندر میریزیم و پورش میکنیم. پورمون که آماده شد خمیرمون رو درست میکنیم شیر ولرم و مای خمیر فوری و شکر و نمک و کره آب شده رو داخل ظرفمون میریزیم حالا یه دونه تخم مرغ و با چنگال میزنیم و نصفیش رو به موادمون اضافه میکنیم در آخرم پوره کدو حلوایی و آرد علک شده رو به مواد اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم تا خمیرمون جمع بشه وقتی خمیرمون جمع شد باید خمیر رو خیلی خوب ورز بدیم این کار رو ده دقیقه با دستگاه انجام میدیم و 15 تا 20 دقیقه با دست حالا خمیر رو داخل ظرفی که چرب کردیم میذاریم روش رو میپوشونیم و یک ساعت بهش استراحت میدیم تا حجمش دو برابر بشه پف خمیر رو میگیریم و رو صفحه کارمون میذاریم روی خمیر یکم آرد میپاشیم و خیلی آروم به این صورت دو دقیقه دیگه ورز میدیم حالا خمیرمون رو به 15 قسمت که هر کدوم حدود 45 گرمه تقسیم میکنیم. به این صورت چونه میگیریم و کنار میذاریم. وقتی همه خمیرامون به این صورت آماده شدن تو سینی فلمون رو چرب میکنیم و خمیرامون رو با فاصله از هم میچینیم. حالا دستمون رو به آرد میزنیم و روی خمیرا رو یکم فشار میدیم. بعد با قیچی که هر سری پرده هاشو چرب میکنیم هر کدوم از چونه ها رو به این صورت شکل میدیم. بعد روشون میپوشونیم و نیم ساعت دیگه استراحت میدیم. بقیه خمیرامونم خمیرامون هم با نخ آشپزی به این صورت شکل میدیم فقط نخ و خیلی تنگ نمیبندیم چون تو استراحت حجم خمیر زیاد میشه بعد از نیم ساعت روی خمیرارو رو با نصفی از تخم مرغی که از مواد خمیرمون نگه داشتیم رمال میکنیم. حالا ته فرچمونو رو چرپ میکنیم و وسط خمیرهایی که با قیچی برش زدیم سوراخ میزنیم. ماکروفر رو رو حالت کانوکشن گذاشتیم و از یک رب قبل با دمای 200 درجه گرم کردیم سینی رو داخلش میذاریم بعد از یک روب نونامون آماده شدن و از فر در میاریم. حالا تا نونا گرم هستش فرچه رو به کره میزنیم و روی نونا میمالیم. نونایی که نخ بودیم و بعد از اینکه خنک شدن نخ و قیچی میکنیم و به آرومی از نون جدا میکنیم. در آخرم به این صورت با چوب دارچین شکل نونامون رو کامل میکنیم و تو ظرف سرومون میچینیم حالا میخوایم همراه نونامون یه اسماتی کدو حلوایی هم درست کنیم پوره کدو رو همراه شیر و اصل داخل مخلوط کن میریزیم اسموتی منم به همین راحتی آماده شد اینم از نونای جذاب و مون با نوشیدنی مخصوصش که تو اسرای پاییزی خیلی میچسبه